عفو بین الملل خواستار بازنگری عربستان در حکم اعدام 14 مخالف نظام شد. سازمان عفو بین الملل از عربستان خواست در حکم اعدام 14 تن از شیعیان متهم به شرکت در تظاهرات علیه نظام حاکم بازنگری کند، به ویژه اینکه متهمان تاکید دارند مورد شکنجه قرار گرفتند و به این ترتیب اعترافات آنها فاقد ارزش حقوقی است. این سازمان در ادامه با تاکید بر لزوم انجام تحقیقاتی شفاف و مستقل درباره شکنجه متهمان پرونده و دیگر اشکال بدرفتاری با آنان از عربستان سعودی خواست متهمان را طبق معیارهای بین المللی در دادگاه‌های عادلانه و بدون استفاده از مجازات اعدام مجدداً محاکمه کند. اواخر ماه گذشته میلادی دادگاه عالی عربستان سعودی حکم اعدام 14 تن از منتقدین حکومت این کشور را صادر کرد. پس از اعلام این حکم فعالان مدنی فاش کردند که 23 تن از متهمان این پرونده که با نام شبکه العوامی شناخته می شود از سوی رژیم سعودی به انجام اقدامات تروریستی محکوم و به ریاض منتقل شدند و این نشان می دهد که اجرای حکم اعدام آنان نزدیک است. کارشناسان مسائل حقوق بشری میگویند اتهامات مربوط به تروریسم به ابزاری در دست وزارت کشور عربستان سعودی تبدیل شده تا بتوانند از طریق آن به سرکوب مخالفان و کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند بپردازد. واکنش ها به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی پس از اعدام 4 شهروند عربستان در ماه گذشته میلادی به اتهاماتی مختلف از جمله ایجاد آشوب، سرقت مسلحانه و حمله مسلحانه علیه حاکمیت و نیز صدور حکم اعدام برای 14 تن دیگر افزایش یافت. طبق آمار اعلام شده از سوی عفو بین الملل، میانگین اعدام ها در عربستان سعودی در بالاترین سطح خود قرار گرفته و این کشور از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 66 تن را اعدام کرده است.